مجله مبلغان حوزه علمیه با اهانت به مراجع تقلید و مواکب حسینی سعی در فتنگری در بین مبلغین و زائران اربعین نموده است. حوزه علمیه قوم به همراه شهریه اول ماه سفر و به عنوان به اصطلاح توشه معنوی برای ایام اربعین حسینی مجله را با عنوان مبلغان و به صورت رایگان در بین طلاب حوزه علمی شهر مقدس قم پخش نمود. این مجله سر مقاله ای را تحت عنوان راهپیمایی اربعین ظرفیت ها و آسیب ها را به قلم مرتزا غرسابان در خود جای داده است. غرسابان در سرمقاله خود سعی نموده تا با مطرح نمودن مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق شیرازی مدزلو و مقلدین ایشان در کنار عناصر تروریستی داعش به عنوان به گفته او جریان های رقیب انقلاب اسلامی افکار طلاب و مبلغین حوزه های علمیه ایران را با پیش داوری مشوش نموده جهت فتنگری و ایجاد اختلاف به بزرگترین تجمع بشری در جهان یعنی زیارت اربعین حسینی بفرستد. همچنین این مقاله با اذعان به وجود موکب‌های خدماتی مرتبط با مرجعیت شیعه و استقبال روزافزون زائران از جزوات و کتابچه هایی که در زیارت میلیونی اربعین بین زائران پخش می‌شود به دروغ مدعی شده است که این جزوات مسئولین نظام ایران را علت جدایی مردم از دین دانسته و بزرگان این کشور را حاکمان به ظاهر مسلمان معرفی می‌نماید. این گونه داها در حالی مطرح می شود که سال گذشته مرجع قدر آیت از سید صادق حسینی شیرازی مدظله کلیه عزاداران حسینی و جمعیت میلیونی زائران اربعین را دعوت به اتحاد و یکپارچگی در حول محور امام حسین علیه السلام نمودند امسال نیز آیت الله سید علی سیستانی مدزل و طی بیانیه‌ای با اشاره به لزوم پرهیز از اختلاف افکنی و اهانت به مراجع و علما و حفظ وحدت در میان شیعیان فرمودند شایسته است برادران حسینی ما در این فضای معنوی و ولایی و سایر مناسبت های مربوط به اهل بیت علیهم السلام به نشر و تحکیم معارف دینی اعتقادی فقهی و اخلاقی پرداخته و سرگرم اختلافات جزئی نشوند زیرا اختلافات در برخی نظرهای فقهی نمیتواند مجوزی شرعی برای تخریب و کنایه زدن و عیبجویی از مؤمنان باشد تا چه رسد به اینکه به بهانه برای اهانت به مراجع و اساتید حوزه علمیه و بزرگان اهل منبر و علما تبدیل شود چرا که آنها عمر و وقت و فکر خود را در راه نشر ارزش‌های حسینی سپری کردند بدیهی است با توجه به پیام مراجع شیعه مبنی بر اتحاد در حول محور امام حسین علیه السلام و نیز پرهیز از اختلاف افکنی و اهانت به مراجع و علما بر مدیریت محترم حوزه علمیه شهر مقدس قم لازم است تا از این موزه گیری نسنجیده پوزش خواسته و جلوی چنین اظهار نظرهای سلیقه‌ای که حاصل آن تفرقه در میان شیعیان است را بگیرد تا همچون سالهای قبل زمینه‌ای برای بدخلقی های برخی آتش به اختیارها و وحن مذهب ایشان در مقابل رسانه‌های جهانی نشود.